مگنوم تسلا یونیاب ها، بعضی ها میگن گاز میگیره، گاز طلا رو میگیره. خواهی گاز طلا رو میگیره، الان باید گاز شهریر هم بگیره دیگه، چون گاز طلا اینقدر شدت داره که میتونه تشخیص بده. خب بگیرن، نه یونیاب نه مگنوم گازیاب نیستن. مگه نمیشون گفتن گازیاب؟ تو صنایع پتروشیمی نفت یا گازش ازش استفاده میکرد. این توانایی رو ندارن، فلز طلا رو هم نمیتونن بگیرن. اونا هم که میگن میره طلای قدیمی رو میگیره، جدیدو نمیگیره، طلای قدیمی با جدیدش فرقی نمیکنه، از زیر خاک هم که بیاد بیرون همون طلاست. نه میپوسته، نه نابود میشه، نه حالت آهنربایی میگیره، نه به آهنربا بعد هزاران سال 2000 سال هم جذب میشه. پس در مجموع مگنوم تسلا یونیاب کارشون یافتن طلا نیست، پیدا کردن فلزات نیست، و تمام مواردی که ذکر میکنن مواردی خارج از واقعیته. چون سیستمشون نمیتونه الان فلز طلا یا فلزات رو بگیره، با آهنربا یا لامپ کم مصرف اون رو تست میکنن. دلیل جفتش هم اینه که اینها بار منفی دارن، هم لامپ کم مصرف و هم آهنربا. در مجموع طلا یا فلزاتی که الان هستن یک سیستم بتونه بگیره در صد و در اون یک یابند است. این نوع کانی ها و سنگ ها در که در زمین میبینید وجود داره، اینا به طور طبیعی فلزات طلا یا منابعی از طلا رو در خودشون دارن که هزاران سال، 2000 سال و 3000 سال زیر زمین، یا 10000 سال یا 20000 سال یا میلیون ها سال موندن و طلا شدن، پس طلای قدیمی هستن. پس باید یه سیستم مگنوم تسلا یونیاب این رو تشخیص بده. وقتی نمیتونه کانی ها و سنگ ها، حتی ناگت های طلا رو که در معادن طلا به صورت رگه ای، دانه ای یا محدوده ای وجود داره رو تشخیص بده، نمیتونیم بگیم که مگنوم تسلا یونیاب تشخیص دهنده طلا هستن. پس هیچ موقعیتی برای تشخیص فلز در اینها وجود نداره و اصلا توانایی اینو نداره که بتونه بارهای الکتریکی، الکترون ها یا جریان میدان های مغناطیسی و الکتریکی فلزات رو بگیره. همه فلزات هم جریان مغناطیسی دارن، هم میدان مغناطیسی دارن، هم میدان الکتریکی دارن و هم الکترومغناطیس دارن. پس هر کدوم اینا رو این سیستم ها بتونن تشخیص بدن میشه یابنده، ولی وقتی نمیتونن تشخیص بدن در جریان سیستم های یابنده قرار نمیگیرن، فلزیاب نیستن، معدنیاب نیستن، رادار زمینی دستی هم نیستن. حتی در شرایطی که شما سنگ ها و کانی هایی دارید که پرفشار از جنبه طلا هستن و اینها قدیمی هستن، حتی کوارتز هایی که دارای طلا در درون خودشون هستن توسط اینها قابل تشخیص نیستن، ولی منابع مانند اینها توسط مگنوم تسلا یونیاب خوب تشخیص داده میشه، چون اینها جریان فشار مغناطیسی بقیار بالایی رو دارن یا جریان یون آزاد شده از منابع دیگر به خودشون میگیرن، چون اینها انرژی های بالایی رو داره هستن و شرایط اینها شرایط رسوبیه و منابع مانند اینها که میبینید دارای طلا هستن هم حتی نمیتونن تشخیص بدن. اینها طلاهای ریز و خرد هستن و نه خودشون نمیتونن تشخیص بدن، حتی اینها رو از جریان توده‌ای بودن، رگه‌ای بودن یا دانه‌ای بودن هم نمیتونن تشخیص بدن. اینا جریان معدنی طلا هستن. اگه قرار بود تشخیص بدن باید اینها رو هم تشخیص میدادن یا فلزات طلایی که به صورت تیکه‌ای هستن رو مشخص کنن. پس در شرایط کلی مگنوم تسلا یونیاب توانایی چنین امری رو ندارن و هر کی میگه گازشو میگیره، گردابیشو میگیره یا شرایط مغناطیسیشو میگیره، طلا در طول زمان دچار مغناطیس نمیشه، دچار تغییرات فیزیکی یا پوسیدگی نمیشه و جریان بار الکتریکیش همیشه مثبته و مثبت خواهد بود.